بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما عزیزان در هر جایی که هستین، در پناه خداوند بزرگ باشین. امیدوار هستم که با درس‌های مدیریت پروژه با صورت درست و موفق پیش رفته باشین. دوستان، چقدر خوب هست که ما درس‌ها رو به صورت تسلسلی ادامه میتیم و شما هم به صورت تسلسلی درس‌ها رو گوش میتین و نوت پاین میکنین و درس‌ها رو ادامه میتین. دوستان، مدیریت پروژه بحث بسیار خوب و سودمند هست در قسمت مدیریت پروژه های سافت‌ویر و امیدوار هستم که این مضمون را به صورت جدی پیگیری بکنیم تا بتانیم بحث های خوب در زمینه مدیریت پروژه را با شما باشیم و این زمینه ای میشه برای موفقیت شما در برد مدیریتی پروژه های سافت‌ویر. دوستان عزیز، پیش از اینکه ما روی موضوعات جدید رو بیاریم بحث بکنیم، چقدر خوب هست که ما یک مرور بسیار کوتاه با درس قبلی بزنیم تا ذهن شما آماده برای درس های جدید شوند. دوستان، در درس قبلی دوستان ما به صورت دقیق روی اهمیت مدیریت منابع صحبت کردیم، گفتیم که چی از چه اهمیتی برخوردار هستند و بعد آمدیم دوستان روی طرح مدیریت منابع صحبت کردیم که طرح مدیریت منابع چی هست. بعد تعریف کردیم که طرح منابع برای کسب اطمینان از کافی بودن منابع برای موفقیت پروژه چی میشه تعریف میشه. یعنی ما طرح منابع را برای فقط کسب اطمینان برای کافی بودن منابع برای موفقیت یا تکمیل پروژه چی میکنیم طرح میکنیم که ما بتونیم اطمینان حاصل بکنیم. منابع هایی که در دسترس داریم اینها ما رو کمک میکنه برای چی؟ برای تکمیل کردن و یا موفق ساختن پروژه ما. یکی از بحث های بسیار بسیار استراتژیک در سطح طرح مدیریت منابع بودن. دوستان عزیز، میریم طرف موضوع جدید، بحث جدیدی که امروز ما داریم. جهت تهیه طرح مدیریت منابع و نقاط بسیار اساسی ما لازم داریم که چه قسم ما میتونیم طرح مدیریت منابع رو چکنیم ایجاد بکنیم و شما هم تقاضا میکنم که این نقاط را پیگیری بکنیم تا بیشتر بفهمیم. در تهیه طرح مدیریت منابع دوستان، ما نیاز به چه چیزهایی داریم که امروز به صورت تیتروار روش بحث میکنیم و شما هم کوشش بکنید که اینها را به صورت جدی پیگیری بکنیم. پلان کلی پروژه که شامل اهداف، توقعات و نحو کار پروژه میباشد. ما این نقاط لازم داریم که ما بتونیم طرح مدیریت منابع رو چیکنیم بریزیم. یک، پلان کلی پروژه باید به دسترس ما چی بگیرن؟ قرار بگیرن که در کل چی پلان ها، چه از لحاظ منابع مالی، مدیریتی، ساختاری ما پلان کلی پروژه رو به دسترس داشته باشیم. نقطه دوم که اهداف هم در اونجا وجود داشته باشن. اهداف پروژه رو ما روش بحث کردیم دوستا که هم اهداف کلی داریم و اهداف اختصاصی فرعی داریم که انشالله شما اینها رو به یاد داشته باشین. این اهداف هم در ساخت نقطه اول خدمت ما قرار بکنن تا ما بتونیم پلان یا طرح مدیریت منابع چی کنیم بریزیم. توقعات و نحو کار پروژه هم باید چی باشن دوستان؟ مشخص باشن که چی توقعات از پروژه میرن و نحو کار چگونه هست، چگونه ما با پروژه چی میکنیم کار میکنیم و نحو کار باید اینجا چی باشن تعریف باشن. یک از نقاط اساسی همین هست که ما بتونیم چی کنیم طرح مدیریت منابع رو چکنیم بسنجیم. دو، طرح مدیریت پروژه که شامل ساختار مدیریت است. نقطه بعدی که ما از پلان کلی میاییم و نقطه بعدی طرح مدیریت پروژه باید خدمت ما چی بگیرن؟ قرار بگیرن که شامل ساختار مدیریتی و لیست فعالیت ها و وابستگی های فعالیت ها میباشن دوستان. زمینی که پلان کلی پروژه خدمت شما باید قرار بگیرن، نقطه دوم طرح مدیریت پروژه هم باید خدمت شما چی بگیرن؟ قرار بگیرن که شامل ساختار مدیریتی است که ما در لول های مختلف مدیریتی باید برای ما معلوم باشن و مدیریت ها ساختار مدیریتی در منابع مالی، در منابع بشری اینها هم برای ما واضح باشن و لیست فعالیت هایی که در سطح پروژه چی میگیرن شکل ما چی فعالیت ها هستن. دوستان، اگر ما یک سافت‌ویر مد نظر بگیریم، ما فعالیت های از قسمت به فرض مثال از نیازسنجی گرفته تا آزمایش یک پروژه را ما فعالیت های متعدد داریم که این فعالیت ها باید چی شوند؟ لیست شوند و وابستگی های این فعالیت ها هم برای ما چی باشند؟ مشخص باشند. به فرض مثال تیم نیازسنجی با تیم بخش دیزاین و انالیز همی وابستگی های فعالیت های اینها باید چی شوند؟ برای ما تعریف شوند. پس ما میتونیم در این زمین با استفاده از اینها بتونیم طرح مدیریت منابع خود چی کنیم بریزیم. اسناد کامل پروژه شامل زمان بندی ها، لیست نیازمندی ها، فهرست ذنفان و لیست خطرات شناسایی شده
باشند. این دوستان در نقطه بعدی ما اسناد کامل پروژه را ما باید به دسترس داشته باشیم که از زمان بندی ها گرفته تا لیست نیازمنده ها، فهرست ذی‌نفعان پروژه که در پروژه ذی‌نفع هستند، از پروژه سود میبرند، اینها لیست خطرات پروژه که ریسک هستند، اینها هم باید در خدمت ما چی بگیرند؟ قرار بگیرند تا ما با استفاده از اینها طرح مدیریت منابع را چیکنیم؟ بسنجیم. در صورتی که این اسناد و مدارک و این مفاهیمی که ما روش بحث کردیم وجود نداشته باشه، شما رو با چالش میکشونه، نمیتونه که طرح مدیریت منابع رو به صورت دقیق چیکونین بریزین. عوامل محیطی سازمانی شامل تمام عوامل تاثیرگذار در پروژه است. عوامل محیطی که در محیط با پروژه ما سازگار در ممکن است یک پروژه باشن که در یک محیط کاملا مشخص شده باید چی شون توسعه پیدا بکنه یا دیولپ شون. شما یه عوامل مؤثر هم با خود داشته باشین، مانند فرهنگ سازمانی را شما باید بفهمید که نوع فرهنگ سازمانی که اینجا وجود دارن برای تکمیل پروژه چی هست، یا در محیطی که شما میخواین پروژه را چی کنین پیاده سازی بکنین یا میخواین بسازین، ساختار سازمان چگونه است، هیرارکی سیستم مدیریتی در اونجا باید چی باشن تعریف شده باشن، و بعد ارزش های سازمانی چی ارزش های در سازمان مطرح هست و وابستگی های سازمان با چی نهادها وابستگی دارن، با چی مفاهیم وابستگی دارن. پس این مفاهیم ما رو کمک میکنه تا ما بتونیم طرح تکمیلی پروژه را به صورت دقیق چی کنیم بریزیم و این باعث میشه که موفقیت پروژه چی کنه رقم بخوره. پس ما به صورت مشخص میگیم جهت تهیه طرح مدیریت منابع به موارد به نقاط زل چستن ضرورت است یک پلان کلی پروژه وجود داشته باشند که شامل اهداف، توقعات و نحوه کار است. این خدمت شما چی که بگیرین دوستا قرار بگیرن. دو، طرح مدیریت پروژه که شامل ساختار مدیریتی تمام فعالیت هایی که در سطح پروژه شکل میگیره. فعالیت ها چیست دوستا؟ هر بخش کاری از خود از مجموعه از فعالیت ها است که این فعالیت ها در هر بخششان تعریف شوند، وابستگی ها بین این فعالیت ها هم برای شما چیشان روشن شوند. به فرض ما تیم نیازسنجی با تیم دیزاین چی وابستگی دارن؟ خب ما الان تعریف میکنیم تا زمانی که نیازسنجی نشوند تیمی انالیز یا تحلیل و دیزاین پروژه کار نمیتونه. پس این یک وابستگی بسیار مستقیم بین این دو تیم چی میگیره شکل میگیره که اینها برای شما فعالیت هایشان چی شون تعریف شون. اسناد کامل از پروژه، از زمان بندی ما مدیریت زمان رو صحبت کردیم، اسکیجول مدیریت زمان بندی پروژه رو صحبت کردیم که ما چه قسم میتونیم زمان بندی پروژه رو به صورت درستش انجام بدیم تا که هر فعالیت در زمان خاصش چی شون تکمیل شون. این هم پیش شما باشن لستش، لیست تمام نیازمنده هایی که در سطح پروژه هست از منابع بشری گرفته مالی، فیزیکی، تجهیزاتی همهشان هم پیش شما باشد. فهرست ذی‌نفعان تمام افرادی که از پروژه نفع میبرن اینا هم باشد. خطراتی که در سطح پروژه هست اینها هم چی شون شفاف شون تا شما بتونین طرح مدیریت منابع خود به صورت درست چی کنین بسازین. بحث بعدی دوستا که ما ادامه میدیم برآورد منابع برای فعالیت های پروژه است. برآورد بکنیم منابع را برای چی؟ فعالیت های پروژه، برای تکمیل پروژه، برای ساخت پروژه. این برآورد باید چی بگیرن؟ سرعت بگیرن که متاسفانه در اکثریت پروژه های سافت ور این منابع ها سرعت نمیگیرن، برآورد منابع سرعت نمیگیرن، از این لحاظ هست که فعالیت های پروژه به صورت سیستماتیک تکمیل نمیشن. به ویژه پروژه های سافت ور باید منابع ها برای فعالیت های پروژه چشان واضح شن. پروسه برآورد منابع شامل تشخیص و تعیین نوع منابع و مقدار آنها، تجهیزات و منابع لازم برای انجام کار پروژه است. یعنی وقتی که ما برآورد منابع میگیم چی است دوستا؟ پروسه برآورد منابع شامل تشخیص و تعیین نوع منابع که چی نوع منابع ما برای تکمیل پروژه خود لازم داریم، در کجا لازم داریم و چه زمان لازم داریم، این باید چشم مشخص شد و چی مقدار تجهیزات و منابع لازم برای انجام کار پروژه چی باشن باید وجود داشته باشن، چی تجهیزاتی در چی کاری و در چی بخش ما لازم داریم اینها هم چی شون شناسایی شد. پس برآورد منابع چیست؟ هست که ما تمام منابع هایی را که در بخش های مختلف نیاز داریم اینها چی شود تعریف شود شناسایی شود و در جایگاه چی بگیرن قرار بگیرن. مزیت اصلی این پروسه این است که نوع، مقدار و خصوصیات منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه را چی کنیم شناسایی بکنیم. یعنی وقت برآورد منابع میگیم است که شما نوع منبع، مقدارش، خصوصیاتش در جای خاصش چی کنیم انتقال بدین تا بتونیم پروژه رو به صورت درستش تکمیل بکنیم. به فرض مثال ما شناسایی افراد متخصص در بخش برنامه نویسی، شناسایی افراد متخصص در بخش آنالیز و دیزاین، شناسایی افراد متخصص در بخش آزمایش و کد نویسی، اینها چه سن منابع است. دو، شناسایی یا تعریف منابع مالی،
که ما چه مقدار منابع مالی برای افراد خود، برای ساخت پروژه، برای تجهیزات لازم داریم. اینها وقتی که تعریف میشه، مشخص میشه در بخش‌های خاصش، شما میتونید که چیکنین موفقیت پروژه را رقم بزنیم. از این لحاظ میگه برآورد منابع که اینها رو ما تخمین بزنیم. اما جهت برآورد نسبتا دقیق منابع مورد نیاز پروژه، مواد کمکی لازم هست که ما این مواد کمکی رو باید داشته باشیم. با استفاده از این مواد کمکی ما بتانیم چی کنیم؟ برآورد منابع رو به صورت درست چی کنیم؟ شخص بسازیم. یک، طرح مدیریت پروژه که شامل طرح مدیریت منابع و محدوده پروژه است. این طرح باید باشه. یک، طرح چی دوستان؟ مدیریت پروژه شامل طرح مدیریت منابع و محدوده پروژه که پروژه ساحه کارشان از لحاظ زمانی، از لحاظ بودجه‌ای، از لحاظ ساختاری در کجا است. نقطه دوم، اسنادی که اسناد پروژه شامل لیست فعالیت‌های مورد نیاز، خصوصیات فعالیت‌ها، برآورد قیمت برای هر بخش لازم هست که این بخش‌ها، این لیست‌ها، این فعالیت‌ها برای ما چی باشن؟ شفاف باشن. نقطه بعدی، فعالیت زمان‌بندی برای هر فعالیت، فعالیت زمان بندی برای هر فعالیت و زمان نیاز منابع و در نهایت لیست خطرات شناسایی شده باشد. یعنی شما بتونید فعالیت ها را، زمان فعالیت ها را، زمان بندی نیاز ها را که در منابع ها را که در چه زمان ها نیاز میشه که مصرف شود و همچنان لیست تمام خطرات چی شوند دوستان شناسایی شوند و با استفاده از اینها ما میتونیم که برآورد منابع خود چیکنیم؟ مشخص بکنیم. عوامل محیطی سازمانی قبلا نیز ذکر کردید که ما بحث کردیم دوستان، روی صحبت کردیم در سلاید قبلی، شامل ساختار سازمان هست، فرهنگ سازمان است، وابستگی های سازمان است، ورزش هایی که در درون سازمان چیستان وجود دارند. اینها هم به صورت دقیق تشخیص شن، بعد ما میتونیم برآورد منابع رو چی کنیم؟ به صورت درستش انجام بدیم در سطح چی؟ پروژه. پس پروسه برآورد منابع شاملی چی میشه دوستان؟ تشخیص و تعیین نوع منابع و مقدار منابع لازم برای تکمیل هر فعالیت ها در سطح پروژه چی میشد؟ تعریف میشد که اینها برای کامل کردن و ساخت پروژه چی میشد؟ برای ما همکاری میکرد تا پروژه ها به صورت دقیق چی شوند؟ تکمیل شوند. دوستان نقطه بعدی به نام چه سه جذب منابع است که ما منابع ها را در پروژه خود چه قسم جذب میکنیم. جذب منابع بیشتر روی چی میچرخند دوستان؟ پروسه جذب اعضای گروه کار است که ما بتونیم گروه کار جذب پروژه بکنیم، جذب تیم خود بکنیم. امکانات مورد نیاز پروژه است که از لحاظ امکانات فیزیکی گرفته، تحقیقاتی و علمی گرفته، ساختاری گرفته، تمام اینها چه امکانات مورد نیاز پروژه است. تجهیزات، مواد لازم و سایر منابع برای تکمیل کار پروژه است. دوستان ما به خاطر که بتونیم پروژه تکمیل بکنیم همیشه در جستجوی چیستیم؟ جذب منابع هستیم. این منابع از افراد متخصص گرفته تا امکانات مورد نیاز در پروژه، تا تجهیزات، تا مواد لازم، تا سایر منابع هایی که در سطح پروژه ما نیاز داریم، اینها رو ما در جستجوش باشیم تا جذب چی کنیم؟ تیم بکنیم. مزیت اصلی این پروسه این است که منابع انتخاب شده را مشخص و آنها را مطابق به فعالیت های مربوطه اختصاص دهیم. یعنی ما این منفعت یا سود ازی در کجاست است که ما منابع را انتخاب بکنیم، مشخص بکنیم و مطابق به فعالیت ها اینها را چی کنیم؟ اختصاص بدیم. یعنی وقتی که منابع تعریف میشه، مشخص میشه، مطابق به فعالیت ها در هر بخش پروژه ما چی کنیم؟ اینها را اختصاص بدیم و این برای ما کمک میکنه تا پروژه به صورت درست چی شود؟ تکمیل شود و مشخص شود. دوستان عزیز، ما جذب منابع رو روش بحث کردیم. چقدر خوب هست که ما پیش از اینکه ویدیو رو به پایان برسانیم، یک مرور کوتاه به مفاهیمی رو که ما در ویدیو بحث کردیم خدمت شما ارائه بکنیم. دوستان ما آمدیم روی تهیه طرح مدیریت منابع عنصرهای لازم بود که روش بحث کردیم که چی ما موضوعات لازم است، چی موادهای لازم است که ما بتونیم طرح مدیریت منابع رو بسازیم. از این جمله گفتیم پلان کلی پروژه باید وجود داشته باشد، اهداف پروژه تعریف شوند و توقعات و نحوه کار پروژه چیشان مشخص شوند. یک، طرح مدیریت پروژه که شامل ساختار مدیریت، لیست فعالیت ها، وابستگی ها بین فعالیت ها است، اینها هم باید روشن شوند. اسناد کامل پروژه از زمان بندی گرفته تا لیست نیازمندی ها، فهرست ذنفان برای ما تعریف شوند، خطرات شناسایی شوند. عوامل محیطی سازمان که چی در درون سازمان است، چی بیرون سازمان است، ارزش ها است، نوع فرهنگ است، ساختار سازمان است، ساختار پروژه است، اینها باید برای ما چی شوند؟ باستاب داده شوند که ما بتونیم چی کنیم؟ طرح مدیریت منابع چی کنیم؟ بریزیم. گفتیم برای برآورد منابع ما نیاز داشتیم که فعالیت های بسیار مؤثر را چی کنیم؟ ایجاد بکنیم. گفتیم پروسه برآورد منابع شامل تشخیص و تعیین نوع منابع و مقدار منابع
و مواد و تجهیزات برای موفقیت پروژه است که در هر بخش ما چی داریم، اینها را لازم داریم. اینها هم یک بحث مهم بودن که ما انجام دادیم. دوستان عزیز، نکته بعدی جذب منابع بود که ما چه قسم میتونیم منابع های مختلفی که در سطح تکمیل پروژه ما لازم داریم اینها رو جذب بکنیم. این منابع ها دوستان از نیروی بشری گرفته تا تجهیزاتی تا منابع های بیرونی تا تیم فنی و تکنیکی لازم هست که ما در جهت اینها چی کنیم؟ کوشش بکنیم. نقطه اصلی که در اینجا هست است که سوت جذب منابع چیست؟ که ما بتوانیم منابع را دقیق انتخاب بکنیم و مشخصاً آنها را مطابق به فعالیت ها اختصاص بدیم. پس این برای ما کمک میکنه تا فعالیت ها به صورت درست شد، تکمیل شد و پروژه به صورت موفق‌آمیز خود به طرفی یک خروجی خوب حرکت بکنه. دوستان عزیز، این بود درس ویدیوی این ویدیو. تا دیدن بعدی، ویدیوی بعدی انشاءالله که در خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به خداوند منان میسپاریم. شب و روز خوش داشته باشین. خداوند نگهدار شما.